امروز قراره درباره ترسناک‌ترین بازی‌های جهان صحبت کنیم. بازی‌هایی که میتونید با استفاده از اون ارواح رو احضار کنید یا بتونید به بعد دیگه جهان یا همون دنیاهای موازی سفر کنید. البته خواهشن هیچ وقت این بازی‌ها رو انجام ندید، چون همه فکر میکنن که میتونن با این بازی‌ها ارواح رو احضار کنن، ولی نمیدونن که اینها روح‌های انسانی نیستن و بلکه روح‌های غیر انسانی یا حتی موجودات ماورایی هستن که ممکنه این بازی ها اونا رو تحریکشون کنه و اونا هیچ وقت مکان رو ترک نکنن و حتی ممکنه به شما وابسته بشن. این ارواح و موجودات هیچ کاری نمیتونن با شما بکنن، البته تا زمانی که بهشون اجازه ندید. هی هومی، اسم من محمد لیلو، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. قشنگ اون رو پشتم حذف کردم که کم ترساکتر بشه. حتما به این بگید که وقتی چراغ خاموش میکنم ترساکتر رو بهتره یا وقتی که چراغ قرمز رو میذارم اونجا که با این روش ویدیو رو بسازم و ویدیوها ترساکتر بشه. خب بریم سراغ بازی اول، داروماسان. داروماسان یه افسانه یا یه آینه قدیمیه که برمیگرده به ژاپن. تنها چیزی که برای انجام این بازی نیاز دارید یه حموم با یه وان. قبل از اینکه بخوابید حتما باید برید به حموم و حموم کنید. حتما این کار باید توی شب انجام بشه. وان حمومتون رو پر کنید و تمام چراغای خونه رو خاموش کنید. داخل وان حمومتون بشید و روبروی شیر حموم بشینید. چشماتون رو ببندید و سرتون رو بشورید. وقتی که دارید موه سر خودتون رو میشورید، این جمله‌ای که میگم رو سه بار باید تکرارش کنید. دارماسان فل داون، یعنی دارماسان افتاد. و بعد از اینکه موه سرتون رو شستید، چشماتون رو باز کنید. اگه همه این مراحل رو درستی انجام داده باشید، یک زن ژاپنی رو میبینید که روبروی وان شما ایستاده. پای اون زن لیز میخوره و اون زن با صورتش به زمین میخوره و چشم راستش از حدقه بیرون میزنه. اگه پشت سرتون چیزی رو احساس کردید یا شنیدید، اصلا سرتون رو بر نگردید. ازش باید این سوال رو بپرسی که چرا به وان حموم افتادی؟ و بعد اینکه این سوال رو پرسیدید، حتما باید چشتون رو ببندید و از حموم خارج بشید و نباید آب وان رو تخلیه کنید یا هیچ چراغی رو روشن کنید. بلافاصله باید برید به تخت خوابتون رو بخوابید. مثل هر روز عادی بیدار میشید از خواب، ولی وقتی که از خواب بیدار میشید بازی شروع میشه. مثل همه روزها زندگیتون شما به کارهای روزمرگیتون میرسید، ولی با این تفاوت که شما پشت سر خودتون یه چیزی رو احساس میکنید. ممکنه که وقتی از شونه سمت راستتون به عقب نگاه میکنید اونو ببینید. اون موهای سیاه و پریشون داره و یه چشش نیست. اون سعی میکنه با ادامه روز به شما نزدیک تر بشه. اگه خیلی به شما نزدیک شد، باید فریاد بزنید توماره و فرار کنید، که خب معنی توماره به ژاپنی میشه مثل ایست به فارسی. این کلمه باعث میشه بین شما و اون فاصله بیفته، ولی هر بار که این کلمه رو استفاده میکنید قدرت این کلمه از بین میره و کمتر میشه، و هر چقدر که کمتر بشه فاصله اون و شما نزدیکتر میشه. شما نباید به اون اجازه بدید که به شما نزدیک بشه و شما رو بگیره، و هر چقدر که بیشتر بازی میکنید اون داره قوی تر از قبل میشه. خب حالا چطور این بازی ترسو که تمومش کنیم؟ شما باید چشم از اون بر ندارید و هر جا که میره اونو دنبال کنید و نذارید اون قایم بشه، و باید فریاد بزنید و بگید که کیتا، یعنی من تو رو گم کردم. اگه این کار رو به درستی انجام بدید شما برنده میشید، ولی اگه نه اون برنده میشه و شما رو میکشه. ولی خب این یه افسانه است و ممکنه که واقعیت هم داشته باشه، ولی به هر حال هیچ وقت از نظر من امتحانش نکنید، چون اصلا ارزشش رو نداره. خب بریم سراغ بازی بعدی، The Midnight
من که به نظرم از همه این سه بازی که قراره بهتون بگم خیلی خیلی ترسناک تره. این بازی رو هم میتونید تنها انجام بدید و هم میتونید با دوستاتون انجام بدید که ترجیحاً نباید بیشتر از 4 نفر باشه و باید توی یه خونه بزرگ متروکه یا یه خونه مسکونی بزرگ باشه که توی اون خونه هیچ کس نباشه و هیچ نوری و هیچ چراغی روشن نباشه و حتما باید این بازی رو از ساعت 12 شب شروع کنید. خب چیزایی که لازم دارید کاغذ و مداد، شمع و نمک و یه سوزن و یه در ورودی چوبی که حتما باید توی اون خونه متروکه ای که میخواید این بازی رو انجامش بدید حتما باید اونجا باشه و حتما باید همه چراغ ها توی اون خونه یا اون جایی که میخواد بازی کنید خاموش باشه و هیچ نوری توش وجود نداشته باشه. خب همه کسایی که میخوان این بازی رو انجام بدن باید اسم کاملشون رو توی یک کاغذ بنویسن و بعدش با استفاده از اون سوزن انگشت خودشون رو زخمی کنن و خونشون رو روی اون کاغذ بریزن و بعدش کاغذ رو روبروی درب ورودی چوبی میذارید و بعد از این کارا 22 بار به اون در چوبی ضربه میزنید. حتما دقت داشته باشید که ضربه 22 رو رأس ساعت 12 باید بزنید. بعد اینکه ضربه 22 رو زدید شمعتون رو خاموش کنید و در رو باز کنید و بعدش در رو ببندید و فوراً شمعتون رو روشن کنید. اگه همه مراحل رو به درستی انجام داده باشید شما The Middle Night Man رو احضار کردید و بعد احضار اون تنها هدفتون اینه که تا ساعت 3:33 دقیقه شب بتونید از دست اون زنده بمونید و باید همه کسایی که این بازی رو انجام میدن شماشون رو روشن کنن و برن اطراف خونه قدم بزنن و از دست میدل نایت من دوری کنن. اگه شمعتون خود به خود خاموش بشه اینو نشون میده که میدل نایت من نزدیکتونه و فوراً باید شمعتون رو روشن کنید. اگه توی 10 ثانیه این کار رو نتونستید انجام بدید باید دورتون به شکل دایره نمک بپاشید و وسط دایره بشینید و تا ساعت 3:33 دقیقه صبح همونجا بمونید و صبر کنید. اگرم نتونستید این کار رو بکنید و دور و برتون نمک بپاشید اون به شما حمله میکنه و ممکنه اتفاقای خیلی بدی براتون اتفاق بیفته. اگرم این نشونه ها رو دیدی یعنی اون بهت خیلی نزدیک شده. شمعت خاموش میشه، یه دفعه خیلی سردت میشه و زمزمه های بلندی میشنوی و یه موجود انسان نما رو توی تاریکی میبینی. هیچ وقت توی این بازی نباید بخوابی و نباید از اون محیط دور بشی و نباید چراغای دیگر رو روشن کنی چون با این کار The Middle Night Man رو تحریک میکنی و ممکنه اتفاقی خیلی بدی برات اتفاق بیفته. و بازی بعدی که قرار دربارش صحبت کنیم The Hooded Man هستش که میتونید با این بازی به دنیای دیگه یا به یه بود دیگه یا به گل ساده به دنیای موازی سفر داشته باشید. اگرم اطلاعات زیادی درباره دنیای موازی ندارید حتما بهم بگید که یه ویدیو راجبش بسازم، ولی اگه بخوایم یه تعریف کلی و ساده ازش داشته باشیم این میتونه باشه که مثلا شما توی خونه خوابیدید و یهو تلفنتون زنگ میزنه و کسی نیست جز دوستتون. اون از شما میخواد که باش برید بیرون و وقت بگذرونید که خب وقتی که شما تصمیم بگیرید یه دنیای موازی دیگه ساخته میشه. مثلا شما نمیخواد برید با اون بیرون و تلفن رو قطع میکنید و شروع میکنید به خوابیدن، ولی اگه ممکنه که درخواست اون رو قبول کنید و باش برید بیرون و وقت بگذرونید میرید توی پارک و یه کیف پر از پول پیدا میکنید و این کیف پوله میتونه زندگیت رو خیلی خیلی آسون و بهتر کنه. و یا اصلا نمیری پارک، میری به یک کافه و توی اون کافه با یه دختر آشنا میشی و با اون دوست میشی و زندگی عاشقانه شروع میشه و تو به یه سمت دیگه سوق پیدا میکنی و ممکنه که تو اصلا نه بری کافه و نه پارک و خب شاید میخوای با دوستت کارهای هیجان انگیز رو خلاف بکنی و یا میری گل میکشی یا میری دزدی که توی هر دو حالت پلیس شما رو میگیره و شما 2-3 روز بازداشت میشی و این کار باعث میشه از شش پدر و مادرت بیفتی و اونا کم به توجه کنن و یه جوری افسرده بشی و مسیر زندگیت
به یه جای بدی سوق پیدا کنه. توی این 4 تا تصمیمی که بهت گفتم، هر تصمیم تو باعث میشه یه دنیای موازی برات ساخته بشه که توی اون دنیای موازی ممکنه هیچ اتفاقی برات نیفته، ممکنه عاشق بشی، ممکنه بری زندان، بری بازداشت بشی و ممکنه که یه کیف پر پول پیدا کنی و زندگیت بهتر بشه. و خب بریم سراغ ادامه این ویدیو. این بازی هم درست مثل بازی آسانسوره که مدگل توی ویدیوش به اون اشاره کرده. توی بازی آسانسور شما به یه آسانسور نیاز دارید و یه ساختمون که بیشتر از 10 طبقه بیشتر از 10 طبقه داشته باشه نیاز دارید، ولی اینجا و توی این بازی شما فقط به یک تلفن نیاز دارید و شما باید به یک تاکسی زنگ بزنید و حتما تلفنتون تلفن خونگی و از اون تلفن قدیمی ها باید باشه. و مهمترین شرطی که این بازی برای انجام دادن داره اینه که شما نباید در حال عصبانیت یا ترس یا شادی باشید و باید به طور کامل روحتون رو پاکسازی کنید و یه جوری ارتشاتون رو بالا ببرید و خودتون رو از تمام انرژی منفی خلاص کنید و هیچ وقت نباید با مسافرهای دیگه توی اون تاکسی صحبت کنید. شما برای انجام این بازی به 1 ساعت و 1 کبریت و 2 تناب مشکی به طول 0.5 متر و 1 تلفن قدیمی نیاز دارید. باید حتما شب باشه، تمام پرده ها و در و پنجرتون رو ببندید و همه پرده ها رو بکشید و چراغ رو به طور کامل خاموش کنید و حتی نباید هیچ چیز الکترونیکی توی اطرافتون وجود داشته باشه به غیر از یه ساعت مچی ساده. جلوی تلفنتون بشینید و تا عدد 13 بشمرید و به این شماره زنگ بزنید: 204-96-888. حالا اون تناب مشکی رو به تلفنتون ببندید و یه بار دیگه با این شماره زنگ بزنید: 255-128-23 و دوباره تا عدد 13 بشمرید و اگه کسی تلفن رو برداشت این جمله رو بهش بگید: Hello, I need a cab. سلام، من به یه تاکسی نیاز دارم. حالا تناب اولی رو که به تلفنتون بسته بودید اون رو باز کنید و تناب دومی رو ببندید بهش و بعد اینکه تناب دوم رو بستید همون تناب اول رو بسوزونید. پرده رو بکشید و از پنجره به بیرون نگاه کنید. اگه تمام این آیین‌ها رو به درستی انجام داده باشید، یه تاکسی سیاه رو می‌بینید که روبروی خونه شما پارک شده. از آپارتمانتون خارج بشید و در و پشت سرتون ببندید و سوار صندل عقب این تاکسی بشید. حالا وقتی که سوار این تاکسی شدید، باید سعی کنید که بخوابید. بعد از اینکه از خواب بیدار شدید، حتما باید ساعتتون رو چک کنید. اگه ساعت شما 3:30 شب رو نشون داد، دوباره برگردید به خواب. حالا وقتی که برای بار دوم از خواب بیدار شدید، دور و برتون رو میبینید که هیچ چیزی تکراری نیست و همه چیز عجیب و غریبه و همه چیز براتون عادی و شما وارد یک جهان دیگه شدید. و هر وقت که از این بازی سیر شدید و خواستید این بازی رو تماشا کنید، کافیه که این جمله رو به راننده تاکسی بگی: I have reached my destination. یعنی به مقصد رسیدم و لطفاً منو پیاده کنید. و حالا برای آخرین بار به خواب برید و وقتی که بیدار میشی به خونت برگشتی. بعد از اینکه به خونه برگشتی حتما باید به این شماره زنگ بزنید: 2-3-0-82 و باید به اون گیرنده بگید که از شما برای این سفر خیلی تشکر میکنم. و حالا تناب دوم رو باز کنید و مثل تناب اولی بسوزونید و خاکستر هر دوتا تناب رو زیر خاک دفن کنید و روش نمک بریزید و دوباره مراحل پاکسازی که اول داستان بهتون گفتم رو انجام بدید و دوباره روحتون رو پاکسازی کنید. بعد از این سفر حتما باید بهش زنگ بزنید، چون اگه بهش زنگ نزنید اتفاق خیلی بدی براتون اتفاق میفته. خیلی خوب، دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید و این بود از 3 بازی و 3 افسانه و 3 آیین. و خب اولین چیزی که توی ذهنتون اومده اینه که اینا همش دروغ و مسخره بازیه، ولی خب وقتی که من داشتم این اطلاعات رو جمع می‌کردم توی کامنت‌ها، اکثر کامنت‌ها رو می‌دیدم که از تجربیاتشون گفته بودن و گفته بودن که هرگز این بازی رو انجام ندید، ولی در عین حال دیگه این بازی‌ها از نظر علم هیچ وقت
ثابت نشدن و یک افسانه باقی مونده. و تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که با اینکه اینا افسانه است، ولی هیچ وقت به سراغش نرید و شاید ممکنه که براتون اتفاق بیفته و بعدش ممکنه زندگیتون خراب بشه. به هر حال دمتون گرم، حتما این ویدیو برای حمایت از من لایک کنید و حتی اگه خواستید دوباره یه پارت دیگه هم بریم و چند تا بازی ترسناک و خفن مثل اینا بهتون معرفی کنم، حتما تو کامنت ها بهم بگید که پارت بعدیش هم بسازم، یا میتونید تو کامنت ها بگید که پارت دو و حتما این ویدیو رو لایکش کنید برای حمایت از من. اگه دوست داشتیدم کانالمون رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری از من ببینید، و اون زنگوله هم یادتون نره بزنید که هر وقت من ویدیو جدید گذاشتم شما اولین نفر باخبر بشید و اون ویدیو رو بتونید ببینید. دمتون گرم، تا ویدیوهای دیگه میبینمتون. مراقب خودتون باشید و تا دیداری دیگر. بدرود. سی یو.